درود به شما عزیزان خیلی خوش اومدین سریع بریم سراغ افکت بعدی افکت استالایز افکت استالایز توی فتوشاپ و ایلوستریتور هم هست مطمئنا زیاد باش کار کردیم و خیلی هم کاربرد داشته توی فتوشاپ و ایلوستریتور به خصوص توی فتوشاپ این هم همون افکت است اولین گزینه براش استروکس هست روش دابل کلیک میکنم به محض اینکه دابل کلیک میکنم اگر من زومش کنم یک حالت من اگه اف ایکس رو بردارم میبینی یک حالت صافه و بعد که کلیک میکنم روش یک حالت براش ماننده یعنی اگر من بیام براش سایز رو اینجا زیادش کنم اون حالت براش رو بهتر میبینیم یعنی من بیشترش میکنم ببینید حالت براش داره تغییر میکنه حتما اینا رو تست کنین که متعجب بشیم اگه افیکس رو بردارم این حالت و الان بزنم حالت براش میشه شما از قسمت استروک انگل هم میتونین زاویه براش هاتون رو تغییر بده یا مثلا بیاد این ور به چرخه یا مثلا این ور به زاویه رو میتونید حرکت بدین که با انگل هم آشنایی دارین استروک لنت رو اگر من بخوام جابجا جا کنم یعنی عددش رو بیشتر بکنم باز حالت اون براش تغییر میکنه تو این قسمت دنسیتی هم به همین صورت حالا من اینو زوم اوتش میکنم ببینید این حالتی شد قسمت بلند وید اورجینال هم که میدونید اگر من عددش شروع روی صد قرار بدم باز برمیگرده به حالت قبلش که این مدلی بود برمیگرده به حالت قبل میتونید رو هم تستش کنید دیلیتر رو میذارم بر بعدی بعدی نمیشه کارتون از اسمش هم مشخصه که طرحمون رو به شکل کارتون در میاره الان من یک مقدار زومش کنم ببینید من دوباره افیکس رو بردارم حالت عادیه و اگر افیکس رو بزنم یک حالت مشکی یک حالت استوری مشکی دور قطره ها و میوه ها داد و یا داخل این قسمت و اگر من بگم ردیوس رو بخوام زیاد بکنم دیتیل ردیوس یعنی جزئیات رو بخوام بیشتر بکنم اینجا جزئیات رو شما بهتر میبینید یا اینجا اگر مشخص نباشه میام تو قسمت فیل یا قسمت تریشول،, تریشول رو اگر زیاد کنم باز جزئیات رو بیشتر میبینید میبینید جزئیات به چه صورت شد به صورت کارتونی شد تمام اینا رو میتونید کار بکنید دیتیل تری شورت تری شورتش رو اگر دیتیلش رو بخواید زیاد بکنین این جزئیات تری و اول سایش رو میتونید زیاد بکنید قسمت فیل و اج رو اپاسیتی رو میتونید کم و زیاد بکنید سافنسش رو میتونید کم و زیاد بکنید ببینید حالت نرمی من هر چقدر سافنسش رو بیشتر کنم این روی صد قرار بده یکم حالت نرم داره و اگر روی صفر قرارش بدم اون حالت تیزی رو داره تو قسمت ادوانس ادوانس پیشرفته است یعنی اگر من بخوام حالا هر کدوم از تنظیماتش رو اینجا تغییر بدم باز شکل اون کارتونیش فرق میکنه تو قسمت رندر فیل ان اج این حالت بود من دوباره حالا یه ریست میزنم یک مقدار میام تریشول رو اینجا بیشتر میکنم که حالا ما سایه ها رو اینجا بیشتر داشته باشیم قسمت بعدی رو فقط روی فیل قرار میدم که حالت اولی خودشه و قسمت دوم روی اج قرار میدم به صورت کارتونی و خطی میشه روی کارتون کلیک میکنم دیلیت رو میزنیم گزینه بعدی سی سی بلاک لود روش دابل کلیک میکنم صفحه به صورت مشکی میشه شما اگر یه دونه عکس دیگه داشته باشیم اون عکس زیرین رو نشون میده اجازه بدید من یه عکس دیگه بیارم روی سی سی بلاک لود کلیک میکنم به محض اینکه کلیک میکنم عکس روی که ما روش این افکت رو اعمال کردیم هست میشه و عکس زیرین نمایان میشه اگر هم یه عکسی نداشته باشیم به صورت مشکی میشه و شما برای اینکه بخواید ظاهرش بکنید و بیاریدش تو قسمت کامپلیشن رو میتونی خیلی آروم آروم بکشیم بیاره یه همچین حالتی به میده میبینید و قسمت اسکن رو هم اگر من این رو بیارم اینجوری تا آخر یک حالت اسکن مانند یه حالت تار مانند به میده با پیکسلای زیاد قسمت استارت کلیر رو اگر من تیکش رو بردارم مثلا من یه ریست میزنم اگه بخوام عکس روی مشخص باشه قسمت استارت کلیر رو تیکش رو بر میدارم خب که اون افکتی که روش اعمال کردیم مشخص بشه تو قسمت لینیر اگر تیکش رو بزنیم یک حالت تارمانند میده من یک مقدار زومش کنم این تیکش رو بر میدارم حالت اوله و تیک رو بزنم حالت بلار میشه روش کلیک میکنم و دلیت رو میزنیم میریم برای بعدی سی سی پرن فیلم روش کلیک میکنم برن یعنی سوختن یک حالت سوختگی میده به عکس یعنی اگر من قسمت برنو از روی صفر که هست آروم آروم بیارمش به سمت صد میبینی داره میسوزه و حس میشه و عکس زیرین نمایان میشه و میتونی یه موشن بسازی روی صفر قرار میدم یک کلیک اینجا میزنم میام جلوتر و روی صد قرارش میدم الان من پلی رو بزنم میبینید یک حالت سوختگی و حس میشه و عکس زیرین مشخص میشه دوباره برمیگردم آقا میتونیم از سنترا استفاده کنین از دوباره این حالا پوینت ها استفاده بکنیم و توسط پوینت ها اون سوختگی رو بیاریم من الان یه ریست بزنم من پوینت رو مثلا جابجا میکنم میام اینجا قرار میدم میخوام سوختگی از اینجا شروع بشه و برنو که بزنم از همون جایی که من نقطه گذاشتم آغاز میشه میبینید اینجاست و اگر این رو بیام جابجا کنم اینجا بزنم مثلا از اینجا شروع بشه از اینجا شروع میشه تو قسمت رندوم صد هم اگر من عدد رو زیاد بکنم که حالت سوختگی رو دور تند میتونیم بزنیمش همچین حالتی رو بهش بدیم دلیت رو میزنیم میریم برای بعدی سی سی گلاس. روش دابل کلیک میکنم حالتی گلاس داره 100 درصد توی فتوشاپ باش کار کردیم تو قسمت استالایز باز میتونیم با تنظیماتش کار بکنیم قسمت سافنسش رو میتونیم حالت نرمیش رو اینجا تغییر بدین قسمت های ببینید همچین حالتی به طرحتون میده یا دیسپلیسمنت و میتونین حالت نقاشی شده بدین دو قسمت لایت هم همونطور که آشنایی دارین روشنایی رو میده حالت روشنترش میکنه قسمت لایت میبینین لایت کلا برای روشنایی هست رنگ رو میتونیم مثلا به رنگ قرمز بخوایم کار بکنیم رنگ رو هم میتونید تغییر بدین و قسمت شیدینگ هم برای سایه ها که میتونه تیره ترش بکنه مثلا همون رنگ سفید رو من میذارم میتونید تو این قسمت تیرش بکنید یا اینجا توسط شیدینگ رنگ ها رو تغییر بدین تو قسمت متال هم میتونه تغییر کنه قبلش به این صورت بود و بعدش به این صورت هست خب روش کلیک میکنم دیلیت رو میزنم برای بعدی سی سی هکس تایل روش دابل کلیک میکنم به محض اینکه دابل کلیک میکنم یک مقدار زومش کنم یک حالت لون زنبوری میشه میبینید ردیوس رو گفته بودم هر جا ردیوس دیدین ردیوس میتونه کم و زیاد بکنه اون حالا افکتی رو که داریم ردیوس میبینید ردیوس رو من زیاد میکنم حالت اه, لون زنبوریش بزرگتر میشه یا کوچیکتر میشه میتونیم تغییرش بدیم تو قسمت سنتر هم باز ما میتونیم این لون زنبوری ها رو توسط این سنتر جابجا جا بکنیم توسط این پونتی که داریم جابجا کنیم پونت رو بگیریم بیاریم این بر این, تر این سمت حالا طرح روی رو نشون میده بیایم این بر این سمت لیمو رو نشون میده ببینید عکس اولیمون اینه خب هر جا پونت رو ببنیم همون رو نشون میده باز قسمت روتیشن میتونیم بچرخونیم اون حالت لونه زنبوری رو و قسمت پایین رو هم به این صورت میتونیم زومین و زوم اوتش بکنیم توی این قسمت رندر روی تایل قرار گرفتیم اگر روی فولد قرار بگیریم باز شکلش فرق میکنه ببینید تو قسمت ردیوس رو من اگه جابجا کنم اون حالت حالا طرح حالا و لیمون رو که داشتیم فرق میکنیم تو قسمت پایینی هم باز ترها فرم کنه میتونیم با اینا موشن بسازیم این قسمت رو هم میتونیم تغییر بدیم یعنی هر کدوم یک تر خاص خودش رو داریم هر کدوم البته روی همون عکسی که داریم یعنی من چشمیشو رو بردارم همون رنگ هایی که داریم میبینید لیمو و آب قرار یه تم رنگ ها رو انجام میده و اگر من پلی رو بزنم میبینید یه همچین حالتی رو طبق همون طرحی که داریم انجام میدیم مثلا من بیام اول اینجا fx رو بردارم پلی بزنم به این صورته خب حالا چشمش رو بذارم به این شکل میشه مثلا روی دومی به هم قرارش بدم با شکلش به این صورت اینا رو تمرین بکنید که جذابه دیلیت رو میزنم میریم برای بعدی سیسی سی, سی کلایدا روش دابل کلیک میکنم به معنی که دابل کلیک میکنم باز یک تصویر حالت پترن به من میده دوباره ما پونت اینجا داریم پونت رو میتونید جابجا کنید یه پونت رو اینجا میذارم ببینید دوباره حالت متفاوتی داره نسبت به قبل ولی تقریبا مثل همون هکستایل عمل میکنه با سایز رو ما میتونیم اینجا تغییر بدیم دوباره میتونیم پونت رو اینجا جابجا بکنیم اشکال مختلف یا اصلا من چشم این رو بردارم روی این دومیه بخوام این افکت رو اعمال بکنم باز طبق همون رنگ و اف... رنگی که حالا روی عکسمون بود تغییر میده دوباره من میتونم این رو جابجا کنم اینجا قرارش میدم بر حسب رنگی که داره میتونیم روتیشن رو جابجا کنیم و بر... چه اساسی تغییر بکنه تو قسمت میرورینگ میتونین الان روی فلاور هست میتونین تغییرش بدین مثلا روی ویل که قرارش بدین کلا حالتش فرق میکنه ببینین یا مثلا روی فیش قرار بدین حالت ماهی داره ببخشید من اینجا رو جابجا این حالت ماهی داره هر کدوم از اینا رو میتونین خودتون تست بکنین حالت ستاره داره روش کلیک میکنم دلیت رو میزنم سی سی مستر اسموتی روش دابل کلیک میکنم ببینید دابل کلیک کردم یک حالت نقاشی شده به امداد باز شما اسموتی لست رو میتونید اینجا تغییر بدین حالت نرمیش و زخامتش میده حالت تیزی رو میده و حالت نرمی میده این قسمت دوباره ما اینجا دو تا پوینت داریم یه دونه پوینت اینجا قرار گرفته یه دونه پوینت اون یکی اگه گمش کردیم اینجا ببین از اینجا میتونین جابجاش کنین این پوینت رو این ور قرار بدین اون یکی پوینت رو این ور قرار بدین طبق حرکتی که پوینت میکنه رنگ ها جابجا میشه قسمت جهت هم میتونین رنگ جهت رو عوض بکنیم تو قسمت فلولایر لایر اگر روی یک قرار بدم اما عکس اولیه طبق عکس اولی میاد حالا اون حرکت ها رو میذاره من اگر دوباره بتونم اگر حرکت رو جابجا کنم پوینت ها رو میبینی این همون لیمونی که هست روی عکس اولی ما گفتیم کار انجام بده میذارش دوباره رو روی عکس دومی میتونیم از این قسمت رنگ ها رو بر حسب رد بخوایم اون افکت رو بدیم بر حسب گرین بخوایم تغییرش بدیم تو قسمت کار لوپ هم باز هر کدوم از این گزینه ها یک افکت خاص خودش رو داره کلیک میکنم همه اینا رو تمرین بکنیم که متوجه بشیم میخوام دوباره روی اولیه انجام بدم اولیه رو دیلیت میکنم میریم برای بعدی سی سی پلاستیک از اسمش هم مشخصه که حالت پلاستیک تور میده به طرحمون با توی فتوشاپ مطمئنا زیاد کار کردیم با این افکت سافنسش رو اگر من زیاد و کم بکنم نرمیش و تیزیش رو اینجا برای من تغییر میده کلا حالت پلاستیکش میکنه قسمت کاتمین و کات مکس داره مینیموم و مکسیموم. کات کاتمینش روی صفره کات مکسش روی صده من اگر کاتمین رو آروم آروم بخوام بیارم میبینید یک حالتیه که از یعنی داره تموم میشه و حس میشه و مح میشه کلا اون تر میبینید همچین حالتی صفر رو میزنم کات مکس برعکس رو اول میکنه مثلا اگه کمش کنه یعنی برعکس برمیگرده و داخل اون ببینید به این صورت کم میشه این برعکسمون یکی عمل میکنه و میتونیم به صورت برای موشن از این دو تا گزینه کاتمی و کاتمی استفاده بکنیم پریست میزنم تو قسمت لایت لایت هم گفته بودم روشنه یک مقدار من اینا رو جابجا کنم که ببینیم نه کاتمینش رو نمیخواستم جابجا کنم قسمت لاین باز روشنه... لایت روشنایی رو بهمون میده دوباره تو این قسمت میتونیم روشن ترش بکنیم باز با لایت و شیدینگ توی افکت های قبلی یعنی ویدئوی قبلی فکر میکنم میشه آشنایی کامل دارید کلیک میکنم و دیلیت رو میزنم اینو برای بعدی گزینه بعدی سی سی تایل هست روش دابل کلیک میکنه تو قسمت بلند بوردرز بوردرس, بوردرس رو اگه من زیاد کنم میبینید یک حالت اطرافش رو میاد یک حالت محو میکنه یک حالت مشی رنگ میکنه میاره به داخل تو قسمت تایلی روی ریپیت قرار گرفتیم حالت تکرار همجور که بهتون گفتم هر کدوم از اینا یک حالت های خودش رو داره میتونیم روش کلیک میکنیم به عنوان حالا بکگراند یا به عنوان هر چیزی که میخواین این طرحتون باشه تغییر بدیم این تویست میاد میچرخونش من اگه پلی رو بزنم یک حالت آینه وار این قسمت تویست میاد میچرخونه یا اسلاید به این صورت میشه روش کلیک میکنم دیلیت رو میزنم سی سی تری روش دابل کلیک میکنم تری شولد هم با توی خیلی باش آشنایی دارن که تریشول حالت سیاه سفیدش میکنه باز ما میتونیم با تنظیمات حالا تریشولد اینجا بتونیم رنگ های سفید و سیاه رو بتونیم کم و زیاد بکنیم قسمت چنل داره بر حسب RGB میتونیم ما کم و زیاد بکنیم تریشولدش رو بر حسب سچوریشن میتونیم تریشولد رو کم و زیاد بکنیم یا بر حسب آلفا بخوایم این کار رو انجام بدیم که روی همون اولی قرار میده این ورت هم برعکسش میکنه رو روش کلیک میکنم برعکس میشه سفید سیایی ها یعنی تیکش رو بردارم میبینید که لیموها سفیده آب قطرات آبم هم سفیده ولی خب آب مشکیه اما اینجا برعکس میشه من اگر تیکش رو بردم اینجا یه پلی بزنم این حالت میشه دوباره تیک ورت رو بزنم برعکس عمل میکنه تو قسمت بلن اوریجینال هم اگه روی صد باشه برمیگرده به حالت قبلی عکسمون یا ویدئومون دلیت رو میزنم یه برای بعدی سی سی تریشولد آر جی بی بازم همون تریشولد ولی بر حسب آر جی بی رد گرین و بلو عمل میکنه رد تریشولد یعنی تریشولد قرمز رو اینجا میاد تغییر میده میبینید رنگ قرمز رو داره بر حسب تریشولدش تغییر میده اگه ریست بزنم رنگ های قرمز اینجاست ببینید عدت ها رو تغییر میده یا دو ریست بزنم گرین تریشول رنگ های قرمز رو تغییر میده یا بلو رنگ های آبی رو و میتونیم همه رو با هم انجام بدیم قسمت بعدی این رد چنل یعنی من اگه ریست رو بزنم رد تریشول داریم و این رد تیکش رو بزنم برعکس رد تریشول عمل میکنه یا گرین اگر تیکش رو بزنم سبزش برعکس گرین تری شولد اول میکنه می، می و اینورت بلو چنل هم برعکس بلو تری شولد عمل میکنه که بلین اورجینال رو هم میدونید تیر این دیلیت رو میزمین بر بعدی سی سی ویت روش دابل کلیک میکنم قسمت امونت رو اگر ما تغییر بدید یک حالت تیرگی اطرافش میاره میبینید شما میتونید اطراف کار اون حالا کادرتون رو تیره تر بکنید یا این قسمت انگل رو به صورت دایره مانند میتونه تصویرتون رو مشی بکنه دوباره ما یه دونه پوینت اینجا داریم این پوینت رو میخوایم از گوشه بیاریم روشنایش به سمت تیرگیش یا از این سمت باشه میتونید جابجا کنیم پوینت رو میکنه از کدوم قسمت تیره و روشن باشه قسمت هایلایت رو هم باز روشنش میکنه دیلیت رو میزنیم برای بعدی کالر امباس باز روش کلیک میکنیم قسمت ریلایف رو اگر ما تغییر بدم ببینید هر چه عدد رو من بیشتر میکنم حالت دوتایی به من نشون میده یا کنتراستش رو اینجا میتونیم کم و زیاد بکنیم کنتراست تیرگی و روشنایی بود قسمت دایرکشن جهتش رو میتونیم تغییر بدیم من پلی رو بزنم این حالتی میشه و قسمت بلند وید اورجینال رو هم روی صد قرار رو میدم برمیگرده به حالت قبل دیلیت رو میزنم برای بعدی امباس روش اول کلیک میکنم قبلی کالر امباس بود بر حسب رنگ حالا برجستش میکرد اون کار رو اما این فقط برجستش کرده این به معنی برجسته ری رایف رو اگر من زیاد بکنم باز حالت برجستگی شو میبینی بیشتر میکنه یا اون دوتایی شدن رو بیشتر میکنه کنتراست رو میتونیم اینجا کم و زیاد بکنیم یعنی همچنین حالتی دوباره من یه پلی رو بزنم یه همچین حالتی رو داریم خب دیلیت رو میزمین برای بعدی فایند Edge بعضی گزینه ها را عزیزان اگر من دارم بدون که بگم رد میشم ازش چون خیلی تکرار شده و توی افکت های قبل گفتم مثل همین اوریجینال که برمیگرد به حالت عکس اول برای همین دیگه توضیح نمیدم چون میدونم که میدونین فایند Edge رو روش دابل کلیک میکنم به محض اینکه دابل کلیک میکنم تصویر به صورت نقاشی و خطی میشه که اینجا اگر من اینورت رو بزنم برعکسش میکنه یعنی تیکش رو بر حالت سفیدیش بیشتره اما تیک رو بزنن مشکیش بیشتره برعکس میشه بلند وید اوریجینال که دوباره وارد به حالت قد دیلیت رو میزنم برای بعدی گلو گلو روش دابل کلیک میکنم گلو هم به معنی درخشش هست باز اینجا ما یه سری تنظیمات داریم از ردیوس شروع میکنم گلو ردیوس روش رو اگه من زیاد کنم این حالت درخششش اینجا بیشتر میشه قسمت تریشول اگر تغییر بدم تریشولش کم و زیاد میشه میبینید کلا بر حسب درخششه یا اینتنسیتیش رو اینجا تغییر بدم اینتنسیتیش باز درخشندگیش رو خیلی زیاد میکنه دوباره من اگه پلی رو بزنم میبینید تصویرمون به صورت درخشش نشون میده تو قسمت گلو بیست آن روی کالر رو قرار گرفتیم کالر چینج و اگر روی آلفا قرار بگیم یک حالت درخشش رو اطراف کادر بهمون میده که ما روی کالر رو میخوام کار بکنیم کامپوزیت اورجینال روی بیهاین قرار گرفته آن تاپ رو که بزنیم گزینش فرق میکنه و نان رو بزنیم باز حالت نور در درخشندگیش فرق میکنه دوباره تنظیمات اینجا رو میتونیم انجام بدیم اینید. یه جورایی نور اطراف اون ته رو گرفته گلو Operation روی اد قرار گرفته روی مالتی پلی هر کدوم از مدلای گلوش فرق میکنه میبینید اینا رو همه رو دونه دونه خودتون باید تست بکنید کار لوپینگ باز روی هر کدوم از اینا قرار بگیره باز مدل درخششش فرق میکنه ببینید به این شکله کار لوپ رو اگه تغییر بدین این حالت درخشش رو رو هر کدوم از اینا یا هر کدوم از اپریشن ها قرار گرفته باشین اینجا میتونین حالا بر حسب همون افکتی که گذاشتیم میتونید اینجا لوپش رو تغییر بدین زاویهش رو میتونید تغییر بدین رنگ رو میتونین عوض بدین رو عوض کنین روشناییش رو که کالر A و کالر B به چه رنگ باشه قسمت گلو این قسمت بر حسب هوریزونتال میخواین درخشندگیش تغییر بکنه و جابجا جا بشه جا یا بر حسب ورتیکال میبینیم عمودی و افقیش تغییر میکنه روش کلیک میکنم و دیلیت رو میزنم قسمت بعدی موزاییک هست روش جابل کلیک میکنم بازم از اسمش مشخصه به صورت موزاییک بهتون میده تو قسمت هوریزونتال بلاک یعنی حالت موزاییک به صورت هوریزونتال میخوایم باشه یا میخوایم به صورت ورتیکال باشه میبینید همچین حالاتی بهش بدیم خودش از قبل به حالت موزاییک هم اول کامل داده بود البته خب من خیلی اینجا دیگه زیادش کردم میتونیم ها رو بهش بدیم خب دلیت رو میزنم موشن تایل روش کلیک میکنم گزینه اول تایل سنتر باز دوباره ما مجدد چی داریم از این پوینت ها داریم پوینت رو که بگیریم جابجا جا کنیم اگه یادتون باشه توی افکت دیگه هم یه همچین پوینتی بود که جابجاش میکردیم کپی بهمون به میداد اگر یادتون باشه میبینید حالت کپی میده بهمون اینجا قسمت وید و های رو میتونیم تغییر بدیم یک مقدار من این رو جابجا جا کنم میبینید قسمت افقیش تغییر میکنه یه ریست میزنم یک مقدار دیگه این رو من میخوام جابجا کنم دوباره قسمت عمودیش رو بخوام تغییر بدم جفتش رو با هم, هم میتونیم تغییر بدیم به این حالت باشه قسمت اوتپوت ویت و اوتپوت های ببینید اگر من به سمت چپ بیارمش میبینید داره تصویرمون بسته میشه و عکس بگراندمون معلوم میشه خب این بر حسب افقی بود و اگر من پایینی رو بخوام انجام بدم بر حسب عمودی تغییر میکنه حالا من برعکس گفتم افوقی و عمودی رو خودتون کار کنید متوجه میشین که الان به کدوم ور بسته میشه و های و وید به کدوم ور بسته میشه خب قسمت میرور اج باز آینه وار بهتون میده من اگر این رو روی سطح قرار بدم یک حالت آینه بهتون بدیم که جهتش رو میتونین اینجا تغییر بدید یا حتی این قسمت ها رو میتونید جابجا کنید. اگر هم بخوایم به حالت آینه وار نباشه تیکش رو برمیدارم. روش کلیک میکنم دیلیت رو میزنم. گزینه بعدی پوست رایز هست. از همون پوستر میاد ببینید ته رو به مز اینکه من کلیک کردم حالت پوسترش کرد و لولش روی هفته و هر چقدر من لولش رو بیشتر کنم برمیگرده به حالت قبلش هر چقدر لول کمتر بشه حالت پوستر مانند میدی که میتونیم باش موشن بسازیم گزینه بعدی راگن اج اج یعنی لبه من باید یکم تصویرم رو کوچیکتر کنم یک مقدار زوم کنم که لبه رو ببینید ببینید من میتونم این پوینت رو جابجا کنم بر بر حسب این پوینت که جا جابجا بشه لبه تغییر میکنه میبینید این لبه داره تغییر میکنه اینجا رو اینجا رو ببینید یا این قسمت ها رو بخوام تغییر کنم تغییر بدم هر کدوم از تنظیمات رو میتونید تغییر بدین و لبه رو ببینید چه اتفاقی داره میفته حتی زاویه لبه رو میتونید تغییر بدین دیلیت رو میزنیم حالت راگن رو انجام میده عزیزانی که با راگن آشنایی داشته باشین میدونین که راگن لبه ها رو یک حالت رنج رنج میکنه قسمت بعدی اسکتر هست اسکتر با افکت قبلی هم آشنایی داشتین که من اگه قسمت اموت رو بخوام تغییر بدم این یک حالت پودر پودر میده و ذرات رو میده و شما قسمت گرین رو میتونید بر حسب هوریزونتال ذرات رو کم و زیاد بکنید یا بر حسب ورتیکال عمودی بخواید ذرات رو کم و زیاد کنید که برای موشن خیلی به کار میره روش کلیک میکنم دلیت رو میزنم استراب لایت این زیاد مهم نیست حالا میتونید خودتون تست بکنید گزینه بعدی تکستچرایز هست روش دابل کلیک میکنم بر حسب تکستچر هست تو قسمت تکستچر لایر یه گزینه یک و دو داریم ما دو تا عکس داریم رو گزینه دو کلیک میخوام چون میخوام تکستچر عکس بک بیفته روی دومی روش کلیک میکنم تو قسمت تکستچر کنتراست من کنتراست رو اینجا زیاد میکنم که شما ببینید اگر نمیبینید حتما تست بکنید که کار کنید متعجب بشین و شما میتونید لایت دایرکشن رو جهتش رو اینجا تغییر بدین یا حتی میتونید بر حسب سنتر تکستچر باشه تکستچر رو میخواین سنتر اون عکستون قرار بدین یا استریچ باشه کامل بیفته روی صفحه یا روی تایل باشه میتونین این گزینه رو حتما ترمیم بکنین که خودتون متوجه بشین یا من اگر مثلا بیام این رو حذف بکنم روی عکس دوم بخوام این کار رو انجام بدم روش کلیک میکنم و اینجا میام عکس اول رو روش انتخاب میکنم برعکس عمل میکنه یعنی تکسچر اولی رو میاره میندازه روی صفحه هم خب دلیت رو میزنم دوباره میخوام روی عکس اولی انجامش بدم میرم برای آخرین گزینه تریشولد روش دابل کلیک میکنم به محض اینکه دابل کلیک میکنم خودش به صورت تریشولد میشه که افکت های قبل رو در موردش توضیح دادم باز یه دونه لول داره تریشولد رو شما میتونین میتونید کم و زیاد بکنین ببینید به این حالت هست که تریشولد رو توی فتوشاپ هم صد درصد آش آشنایی داریم خب عزیزان حتما افکت ها رو تمرین بکنید و افکت های قبل رو هم حتما تمرین بکنید که فراموشش نکنید